أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب. در تبیین این جمله اخیر که فرمود و اتقوا الله و اعلموا ان الله شدید العقاب، ملاحظه فرمودید که زمینه تهدید بود که خدای سبحان با این شدت عقاب را به عنوان وعید یادآور شد و اون زمینه تهدید این بود که بعضی منکر حج تمتع شدند. اونها که منکر حج تمتع شدند به عنوان یک بدعت این مسئله را مطرح کردند. دیگران که آمدن در باره کار اونها خواستن توجیه کنند، یا توجیه سندی کردند یا توجیه دلالی کردند، یا گفتن اصلا این حادثه اتفاق نیفتاده، یا گفتن منظور اون کسی که این بدعت را گذاشت حج تمتع نبود، یا او را صاحب نظر به ذی حق می دانستند و کار او را تصحیح کردند، گفتند کار صحیح است، یا اگر اشتباه است از باب خطای در اجتهاد است و مانند آن، که بعضی از اون وجوه نقل شد و به این قسمت رسیدیم که برخی پنداشتن که والی مسلمین می تواند در احکام دخل و تصرف کند. در این معنا که آیا والی مسلمین حق دخل و تصرف دارد، به عرض رسید که هیچ سمتی در سلب یا اثبات احکام و قوانین اولیه ندارد. اون که والی مسلمین است، حدود ولایتش مشخص است. اولا باید مبین همون قوانین الهی باشد، مفسر آگاه باشد، که خدای سبحان این سمت را به رسولش داد، فرمود به این که کتابیست که ما نازل کردیم، لتبینن نهول ناس یا لتبینن الناس ما نزل الیه. وظیفه دیگر والی آن است که حافظ حدود الله باشد و نگذارد کسی علمن یا عملن قوانین الهی را تحریف کند. وظیفه سومش اجرای حدود الهی است و بیش از این سمتی برای والی نیست. و وظیفه چهارم طرح مقررات موضوعی است در برابر قوانین کلیه، که این مطالب در بحث‌های قبل به عرض رسید. اونها که فکر کردن این روش عمر از باب استفاده حق الولایه است، باید توجه می‌کردن که والی مسلمین ولی موضوعات است، نه ولی احکام. ولی حفظ احکام است، ولی تبیین احکام است، ولی اجرای احکام است، نه ولی اصل حکم باشد، که اصل شرع و اصل حکم الهی در تحت ولایت ولی باشد که او بتواند سلباً یا اثباتاً در او دخل و تصرف کند. این ممکن نیست. حکم الله تحت ولایت کسی نیست که اصل حکم خدا را کسی کم یا زیاد کند، بلکه صیانت حکم الله، تبیین حکم الله و اجرای حکم الله، اینها در تحت ولایت والی مسلمین است. بنابراین قرآن کریم خود را به عنوان یک کتاب دائمی معرفی کرد، فرمود لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، یعنی این کتاب
از گزند نسخ و بطلان مسون است، نه در زمان اون کتاب چیزی می آید که او را نسخ کند، نه بعد از او چیزی خواهد آمد که ناسخ او باشد. اگر نسخ به کتاب الهی راه پیدا کند، یعنی اون حکم باطل شده، یعنی بطلان به کتاب الهی راه پیدا کرده. در حالی که خدای سبحان در وصف قرآن می فرماید لا یعتیه الباطلو من بین یدیه ولا من خلفه، نه در عصر نزول قرآن نه در آینده نزدیک یا دور هرگز بطلان به حریم قرآن کریم راه ندارد. پس نسخ را به قرآن کریم راهی نیست که کسی بتواند آیه الهی را نسخ کند. چون مسئله حج تمتع به طور روشن در قرآن کریم بیان شده است، کسی حق نسخ ندارد، حق نهی ندارد. پس حدود ولایت والی مشخص شد. اینها خلاصه سخنان سید الاستاد رضوان الله در کتاب شریف المیزان. اما مرحوم علامه امینی قدس الله نفسه و زکیه رنجهای فراوانی بردن و همه این ادله کلامی و منل و نهل و روایی و حدیثی را جمع آوری کردن و بحث‌های گوناگونی را در کتاب شریف القدیر در جلد ششم که مربوط به بحث‌های علوی مدعی خلافت هست جمع آوری کرد. یک قسمتش مربوط به خصوص مدعی حج است، یک قسمتش مربوط به خصوص مدعی نسح است، یک قسمتش جمع بین مدعتین است، یک قسمتش مربوط به توجیه این بدعت است، یک قسمتش مربوط به جواب این توجیه ها. مرحوم امین الاسلام در مجمع ذیل آیه 24 سوره مبارکه نساء به گوشه از این مسئله اشاره کردن، یعنی در ذیل این آیه که فرمود فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضتن ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه ان الله کان علیما حکیما. این بحث بدعت گذاری دومی نسبت به متعتین را در ذیل آیه 24 سوره مبارکه نساء کرده است. و اما نظم طبیعیش همین کاری که سید الاستاد در المیزان کردند، یا لااقل متعه حج را باید اینجا ذکر میکردند. مرحومای امینی رضوان الله در کتاب شریف القدیر این مباحث را که پس از دیگری ترک کرد. اول به عنوان رأی الخلیفته فی المتعتین، یکی متعه حج است، بعد متعه نساء، بعد جمع بین هر دو. بحث کلامی نیست که آیا او خلیفه است یا نه، این مقطوع العدم است و در کتابهای کلام روشن می شود. بحثی که فعلا اینجا مطرح است بحث تفسیری و حدیثی است، نه بحث کلامی. بر فرض این که کسی خلیفه باشد حق نهی ندارد، اما کی خلیفه هست و کی خلیفه نیست یه بحث کلامی است. از عمران بن حسین نقل کرده است که نزلت آیت المتعه فی کتاب الله و امرنا بها رسول الله صلی الله علیه و سلم ثم لم تنزل آیت تنسخ آیت متعه الحج و لم ینه عنها رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی مات. این جریان عمران ابن حسین هم در جوامع روایی ماست هم در جوامع روایی اهل سنت که فرمود آیه متعه در قرآن کریم نازل شده است، رسول خدا امر کرد، همه امتثال کردند، نه آیه‌ای در قرآن آمد که ناسخ این متعه الحج باشد و نه وجود مبارک رسول خدا او را نسخ کرده است. پس نه ناسخ روایی دارد و نه ناسخ قرآنی. این جریان را در صحیح مسلم به صورت دیگر نقل کرده است و این است که عمران ابن حسین میگوید تمتعنا مع رسول الله. حالا ملاحظه فرمایید روایتی که دلالت میکرد به این که وجود مبارک حضرت خودش حج تمتع انجام داده است کدام روایت است؟ این روایتی که میگوید ما با رسول الله حج تمتع انجام دادیم،
این ظهور دارد، اما ظهورش خیلی قوی نیست که خود حضرت هم حج تمتع انجام داده باشد. تمتعنا مع رسول الله ولم ينزل فيه القرآن، آیه نازل نشده است که حج تمتع را نسخ کرده باشد. قال رجل برأیه ما شاء، مردی به فکر خود حرفی زد. اونا که تقیه داشتن میگفتن مردی، دیگر نمیگفتن کدام مرد و کی بود. فی لفظ آخر له این است که تمتع نبی الله صلی الله علیه وسلم و تمتعنا معه، پس از طرق اهل سنت هم رسیده است که رسول خدا حج تمتع انجام داد و صحابه هم با حضرت حج تمتع انجام دادن. فی لفظ رابع له اعلم، من میدانم که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع بین حج و عمره ثم لم ينزل فيه كتاب ولم ينهنا عنها، من میدانم یا بدان که رسول خدا بین حج و عمره جمع فرمود، دیگرانم که اطاعت کردم و در این زمینه نه آیه آمد که نسخ بکند نه حدیث آمد که نسخ بکند. قال رجل برأیه ما شاء، پس همونطوری که در جوامع روایی ما آمد به عبارتهای گوناگون از عمران ابن حسین در جوامع روایی اونها هم آمده است که وجود مبارک رسول خدا حج تمتع انجام داد، صحابه انجام دادن و نسخی هم نشد. لفظ البخاری در نقل این حدیث این است: تمتعنا علی اهل رسول الله صلی الله علیه وسلم و نظر القرآن، قال رجل برأیه ما شاء. همین حدیث عمران ابن حسین را که مسلم به اون زرز نقل کرد، بخاری به این سبش نقل کرد. فی لفظ آخر له، یعنی در صحیح بخاری، اون زرت آیت المتعه فی کتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلی الله علیه وسلم. عمران ابن حسین طبق نقل صحیح بخاری میگوید آیه متعه نازل شد، ما با پیامبر انجام دادیم، آیه قرآن نیامد که او را تحریم کند. ولم ینزل قرآن یحرمه ولم ینهى عنها حتی مات، رسول خدا تا آخرین لحظه که رحلت کند نهی نکرده، پس نه قرآنی ناسخ هست و نه حدیثی نسخ کرد. قال رجل برأیه ما شاء، همین حدیث را که مسلم نقل کرد بخاری نقل کرد، اینها عده گفتن عثمان نهی کرده است نه عمر. مرحوم امین رضوان الله علیه فرمود به این که باید اینا توجه میکردن که عثمان ادامه دهنده راه عمر بود، وگرنه اول کسی که نهی کرد عمر بود. نشانش آن است که وقتی اولیات عمر را میشمارن، یکی از اولیات او همین نهی از متعتین، متعت الحج و متعت النساء بود. روایتی که از خود شیخین نقل شده است این است که تمتعنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم و نزل فیه القرآن فلیقل رجل برأیه ما شاء، ما حج تمتع را در زمان حضرت رسول انجام دادیم، هر که خواست به رأی خود حرف بزند بزند. فلیقل رجل برأیه ما شاء. اما نسائی این چی نقل کرد که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قد تمتع و تمتعنا معه، رسول خدا حج تمتع انجام داد، ما هم که عمران ابن حسین میگوید ما هم با رسول خدا حج تمتع انجام دادیم. قال فیها قائل برأیه، گوینده با میل خود و رأی خود سخن. از همین نسائی نقل شده است که ابی موسی فتوا به حج تمتع میداد، مردی بو گفت رویدک به بعض فتیاک، یعنی دست نگهدار نسبت به بعضی از فتاوایت. فانک لا تدری ما احدث امیر المؤمنین فی النسک بعدک، توی ابو موسی نمیدانی کسی که داعیه امارت مؤمنین دارد درباره این مناسک چه فتوا داده است. ابو موسی میگوید به این که من عمر را ملاقات کردم، فسألته، پرسیدم که شما چه فکر جدیدی درباره حج تمتع دارید. فقال عمر
قد علمت ان النبی قد فعله و اصحابه، تو میدانی که رسول خدا انجام داد و اصحابه انجام دادن، ولکنی کرهت ان یذلوا معرسین بهن فی العراک ثم یروهون فی الحج تقتر رؤوسهم، تو میدانی که رسول خدا انجام داد، اصحابه انجام دادن، ولی من خوشم نمیاد که در وسط حج کسی از احرام بیرون بیاد، با نساء برخورد کند، برود غسل بکند، بعد بیاید بگوید من بخوام تتمه حج را انجام بدم، برای حج تمتع محرم بشود. اگر علمت بخوانیم بهتر هست، یعنی منم میدانم و تو هم میدانی. نه، علمت یعنی تو میدانی، تو که میدانی، یعنی خودم هم میدانم تو هم میدانی. صورت دیگری که از نسائی در همین زمین نقل شد این است که مطرف میگوید که عمران ابن حسین به من گفت که من حدیثی برای تو نقل میکنم که تا زنده ام بازگو نکنی و اون حدیث به حال تو نافع باشد، و اون حدیث این است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع بین حجتن و عمرتن، حضرت حج تمتع انجام داد، ثم لم ينه عنه حتى مات، تا آخرین لحظه عمر مبارک نهی نکرده است، نه آیه آمد و نه حدیثی، حتی مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، قرآنی نیامده است که او را تحریم بکند. اونگاه در زیرش فرمود قال رجل برأیه ما بدا له، این همان است که سنن دارمی دارد، صحیح مسلم دارد، نسائی دارد و بخاری. صورت ثالثه روایت مطرف این است که مطرف میگوید بعث الیه عمران ابن حسین فی مرضه الذی توفی فیه، این عمران ابن فرزند حسین کسی را فرستاد پیش من در حالی که بیمار بود، با اون بیماری هم مرد، گفت انی کنت محدثک به احادیث لعل الله ان ينفعک بها بعدی، من احادیثی را برای تو بازگو میکنم که شاید بعد از مرگ من از اونها استفاده کنی، فین عشت و فکتم علیه، تا من زنده ام این احادیث نقل نکن، و این مت و فحدث بها ان شئت، بعد از مرگ من مجازی که نقل کنی. و اون این است که وعلم ان نبی الله صلی الله علیه و سلم قد جمع بین حجت و عمره ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم قال رجل فيها برأيه ما شاء. در اینجا حتما مشخص کرده است که اون گوینده کی بود، وگرنه رجلون یا برای اینکه نیازی به گفتن نداشت، برای اینکه خود اون بدعت گزارنده معروف بود و میگفت من این بدعت رو نهادم، یا به مطرف گفت که منظور کیست، وگرنه اینکه کتمان نداشت. همین جریان را از سالم نقل میکند که میگوید اینی لجالسون چیز نساییست، من ابن عمر فی المسجد، من با عبدالله ابن عمر در مسجد نشسته بودم که از جاءه رجل من اهل شام فسأله عن التمتع بالعمرت در حج. ببینید حالا کم کم معاویه با حج تمتع چه کار کرده است و واقعا چگونه با دین بازی کردن، و اونگاه روشن می شود که قیام وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه ضروری بود و چاره جز اون قیام نبود. از جاءه رجل من اهل شام فسأله عن التمتع بالعمرة الى الحج فقال ابن عمر حسن جمیل. عبدالله ابن عمر در جواب سؤال اون مرد شامی که استفتا کرد گفت حج تمتع حسن جمیل. اونگاه اون مرد شامی گفت ان اباک کان ینها عنها، پدرت نهی میکرد، اصلا سیره پدرت این بود که با این مخالف بود. عبدالله ابن عمر به اون مرد شامی گفت ویلکه فان کان ابی نها عنها بقد فعله رسول الله صلی الله علیه وسلم و امر به، اف به قول ابی آخوز ام به امر رسول الله صلی الله علیه وسلم قم انی، اینجا پاشو، اگر حرفی را پیامبر زد و به او عمل کرد من به حرف پیامبر عمل کنم یا به حرف پدرم. خب این مرد شامی که مستفتی بود پیدا بود که جز دسائس معاویه است، که این زمینه بعد خواهد آمد که معاویه چه نقشی داشت در این کار. صورت اخرای از همین جریان این است که سئل عبدالله ابن عمر عن متعه الحج
قال هی حلال، فقال له السائل ان اباك قد نهى عنها، قال ارأيت ان كان ابي نهى عنها و سنها رسول الله صلی الله علیه وسلم امر ابی تتبع امر رسول الله. به این مرد فرمود که آیا تو تابع حرف پدرم هستی یا تابع فرمان مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم؟ فقال الرجل بل امر رسول الله صلی الله علیه وسلم. فقال لقد سنها رسول الله، اگر تابع حرف رسول اکرمی و تابع فعل رسول اکرمی، رسول اکرم حج تمتع انجام داد. همین به صورت ثالثه، به صورت رابعه نقل شده است که دیگه نیازی به خوندن نیست. روایت بعدی آن است که سعید ابن جبیر از ابن عباس نقل میکند که تمتع رسول الله صلی الله علیه وسلم، فقال عروه نهى ابوبکر به عمر عن المتعه، فقال ابن عباس ما یقول عریه، قال یقول نهى ابوبکر به عمر عن المتعه، قال ابن عباس اراهم سیهلکون اقولو، قال رسول الله و یقولون قال ابوبکر و عمر. تمود من دارم فتوا میدم، از پیامبر نقل میکنم، اونا در برابر من میگوین که عمر این چنین گفته، ابوبکر این چنین گفته. ها اینجا سخن از اولی نبود، الان کم کم سخن از اولی هم در آمده. حالا دوستان دومی یا برای اینکه بار را از دوش او بردارن رو دوش سومی بگذارن گفتن اول کسی که نهی کرد سومی بود، یا برای اینکه این بار را کم بکنن رو دوش هر سه نفر گذاشتن. این دسیسه ها رو یکی پس از دیگری تو روایات حالا ملازم فرمایید، همه برام بودن اول کسی که این کار را نهی کرد دومی بود، بعد پای اولی هم به میان آمد، پای سومی هم به میان آمد، بعد معاویه هم خودش دنج داخل کرد. حالا این روایت ها رو میبینید که چگونه با این احکام بازی کرد. ولی منظور از روایت اینه که ابن عباس میگه من فتوا میدم، میگم پیامبر این چنین فرمود، اینا در برابر من میگن اولی و دومی این چنین گفتن. روایت بعدی آن است که ابی موسی میگوید که عمر این چنین گفت که هی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی خودش قبول دارد که این حج تمتع سنت پیامبر است، ولکنی اخشا ان یعرسو بهنه تحت العراق ثم یروه بهنه حجاجا، من میدانم که این سنت رسول اکرم است ولی میترسم که با همسرهای خود زیر درخت عراق نزدیک بشوند، بعد به عنوان اینکه اینا حاجیان به طرف عرفات و منا حرکت کنند. این با حج اصلا سازگار نیست. این مضمون فراوان است که نیازی به تکرار این مضمون نیست. نشانه دیگری که رسول خدا صلی الله علیه و سلم حج تمتع انجام داد این است که در صفحه 204 ایشون نقل کردن از زاد المعاد ابن قیم که ابن حزم گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعد از احرام عمره از احرام به در آمده است و اون چه که برای محرم حرام است انجام داد. معلوم شد احرام به در آمده. روایت بعدی این است که عبدالله ابن عمر گفت که ان عمر ابن الخطاب قال افصلوا بین حجکم و عمرتکم فان ذلک اتم لحج احدکم و اتم لعمرته ان یعتمر فی غیر اشهر الحج. این همون دلیلی بود که در خلال بیانات سیدنا استاد بهش اشاره شد و نقد شد که به آیه قرآن استدلال کردن که اتم الحج و العمره، یعنی حج را علاهده تمام کنید و عمره را علاهده تمام کنید، که جوابش این بود که از این آیه استفاده نمی شود که حج از عمره جداست و عمره از حج جداست. روایت بعد که سعید ابن مسیب نقل میکند این است که عمر ابن خطاب از متعه در اشهر حج یعنی از حج تمتع نهی کرد. قال فعلتها مع رسول الله صلی الله علیه وسلم و انا انها انها، من خودم با پیامبر این کار کردم، یعنی حج تمتع انجام دادم ولی من نهی میکنم. برای اینکه کسی از راه دور برسد به عنوان حاجی، اون وقت در وسط حج از احرام عمره بیرون بیاید و از نصاب و طیب استفاده کند، بعد به عنوان حاجی هم معرفی بشود. این همون اجتهادی در مقابل نص بود که بحثش گذاشت. اینها روایاتی بود که گوشی از اونها مربوط به بدعت‌گذاری در باره حج تمتع بود. در باره متعه نساء روایتش علاهده است، و اما در باره متعتان که جمع بین متعه حج و متعه نساء اونم روایت علاهده دارد. لذا مرحوم امینی اینها را در فصول گوناگون ذکر کرد.
متعت الحج بحثش جدا، متعت النساء بحثش جدا، المتعتان بحثش جدا و نظر نهایی به جمع‌بندی نهایی هم بحثش شد. روایاتی که جمع کرد بین متعت الحج و متعت النساء، یکیش همون بود که غوشی هم قبول کرد. ما از رو شرح تجدید غوشی خوندیم و این است که وقتی عمر به خلافت تکیه زد، خطبه خوند، گفت ان رسول الله صلی الله علیه و سلم حاضر رسول و ان القران حاضر القران، اما و انهما کانتا متعتان علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم و انا عنهما و عاقب علیهما احداهما متعت النساء ولا اقدر علی رجل تزوج امراه الی اجل الا غیبته بالحجاره، من رو سنگسارش میکنم، و الاخرى متعت الحج، که اینها جمع بین متعتین است. و چون روایتش از این جهت شبیه اون روایت طایفه اولاست، نیازی به خوندن ندارد. مرحوم امینی در صفحه 213 همین جلد ششم القدیر میفرمان هازا شطر من احادیث المتعتین و یه ترب و علا اربعین حدیثن بین سحاه و حسان. این مقداری از احادیث است که مربوط به حج تمتع و متعت النساء است و در حدود 40 حدیث است که یا حسن است و یا صحیحه. ما به همین مقدار اکتفا میکنیم که تغربو ان المتعتین کانتا علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم و نزل فیهما القرآن و ثبتت اباحتهما بالسنه و اول من نها عنها عمر و ادها العسکری فی اولیاته و سیوتی فی تاریخ الخلفا. اونایی که اولیات عمر را شمردن گفتن یکی از کارهایی که اول کسی که این کار را کرد عمر بود. خب پس از این که رسول خدا صلی الله علیه وسلم حج تمتع انجام داد و به اصحاب هم امر کرد اونا حج تمتع انجام دادن و این هم سنت بود و نه آیه آمد که ناسخ این آیه قرآن باشد و نه حدیثی آمد که ناسخ این باشد، حرفی درش نیست. و این را هم همونطور که مرحوم کلینی در کافی نقل کردن، اهل سنت هم در جوامع روایش نقل کردن که سراغت ابن مالک به رسول خدا عرض کرد که این جریان حج تمتع مخصوص امسال است، امل الابد، حضرت فرمود لیل ابد. پس احتمال این که مخصوص عصری باشد یا مخصوص صحاب باشد هم نیست. این حدیث را هم عامه نقل کردن هم خاصه نقل کردن که این لیل ابد است. منتها وجوهی که برای توجیه این کار نقل کردن گوناگون است که یک مقدار زیادش رو سیدنا استاد که بحث تفسیری و روایی داشت در کتاب المیزان نقل کردن که خونده شد، یک مقدار دیگرش که جنبه تاریخی و حیله های تاریخی دارد مرحوم امینی رضوان الله در این کتاب نقل کرده است. بعد از اینکه اصل مسئله تثبیت شد کتابن و سنتن، حالا توجیه کردن چیست؟ یکی از توجیهات این است که گفتند اون متعه حجی که عمر نهی کرد این است که اول کسی به قصد حج احرام ببندد، این حج را فسخ کند به عمره و بعدش حج انجام بدهد، این را فسخ کرد، اما حج تمتع معروف را نهی نکرد. این حرف در تفسیر امام راضی است که ملازم فرمید مرحوم امینی رضوان الله نقل نکرده که این نحو توجیه کجا از امام راضی است. البته نقل کرده که دیگران گفتن، ولی امام راضی دارد. خب دیگران هم در کنار سفره امام راضی آمدند این حرف زدند، گفتن ان المتعه التي نهى عنها عمر هي فسخ الحج الى العمره التي يحج بعدها، یعنی اگر کسی اول قصد حج بکند به احرام حج محرم بشود، بعد این حج را فسخ بکند به عمره تمتع، چه عمره‌ای که بعد از او حج انجام میگیرد این را فسخ نکرد، ولی از اول اگر کسی حج تمتع بخواهد انجام بدهد نهی نکرده. در حالی که این با هیچ کدام از اون حرف ها سازگار نیست. بسیار خوب، این با حرف خود عمر سازگار نیست که من اجازه نمیدم که والی مسلمین باشم، عده به عنوان حج بیاین، اون وقت وسط حج از احرام بیرون بیان و از نسابتی استفاده کنم. خب این فرق ندارد، چه این که اول قصد حج بکند بعد این حج را فسخ بکند به عمره‌ای که بعد از او حج است،
چه این که از اول قصد حج تمتع بکنن. این یک وجه که نه با کاری که خود عمر گفت سازگار است، نه با اون انگیزه به دایه. وجه دوم این است که این حج تمتع مخصوص به صحابه بود در همون عمره معروف و این را عثمان ادعا کرده است که این به عنوان سنت دائمی نبود، این مخصوص صحابه بود در همون سال. این هم با روایت سراغة ابن مالک با استفتای او که فریقه نقل کردن از وجود مبارک رسول اکرم پرسید آیا این مخصوص امسال است یا برای همیشه، حضرت فرمود للعبد، این سازگار نیست. این وجه دوم هم مفصل هست که نیازی به تکرار و بازگویی ندارد و نشانش آن است که این همه که به عبدالله ابن عمر میگفتن نظر شما در باره حج تمتع چیز، گفت پیامبر انجام داد، صحابه انجام دادن، افضل هست، بعد گفتن پدرت نهی کرد، گفت حرف پیامبر مقدم بر حرف پدر هست، پیداست به این که این سنت دائمی بود. خب اگر مخصوص صحابه در همون سال بود که دیگر این استفتا و این احتجاج و این استدلال و امثال ذالک روانه بود، نیازی نبود. توجیه سوم آن است که سعید ابن مسیب میگوید مردی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمده پیش عمر و شهادت داد که او شنید که رسول خدا در اون مرض فوتش از حج تمتع نهی کرد. خب این شاهدی که به تعبیر مرحوم امینی تا کنون کسی او را نشناخت و ظاهراً به دنیا نیامده، این شاهد جعلی رو عمر وقتی دل کرد که دید این نهیش با استنکار روبرو شد، به او اعتراض کردن چگونه تو آیه قرآن را و سنت رسول خدا را نهی میکنی؟ تا قدرت داشت میگفت من عقاب میکنم، چوب میزنم. وقتی در قبال این استنکار قرار گرفت، یه شاهد جعلی تراشید که مردی گفت من در حضور رسول اکرم در اون مرض متصل به موت اون آخرین دقائق پیش رسول خدا بودم، حضرت در اون آخرین دقائق از حج تمتع نهی کرد. اون آخرین دقائق که اهل بیت بودن، حضرت هم در دامن است امیر سلام الله علیه سر مبارکش بود و این همه صحابه، این همه حجی که بعدن انجام دادن به خود است امیر، به خود اهل بیت، به خود صحابه اولیه، اینا از این نسخ حکم خدا بی خبر بودن. و یه آدمی که به تعبیر مرحوم آقای امینی شده هنوز به دنیا نیامده، این شاهد و جریان بود. اما معاویه چه نقشی در این کار داشت؟ معاویه هم برای اینکه از این جریان و از این دسیسه عقب نماند، به اصحاب رسول خدا گفت که شما مناهی پیامبر می دانید یا نه؟ آیا شنیدید که پیامبر از فرون چیز، از فرون چیز، از فرون چیز و ان جلود نمور نهی کرده است؟ چون مناهی حضرت مشخص است. گفتن بله، شنیدیم که از فرون چیز، از فرون چیز، از رکوب جلود و نمور نهی کرده است اینها. بعد گفت که فتعلمون انه نها ان یغرن بین الحج و العمره، آیا ایران میدونید که از حج تمتع نهی کرده است؟ قال و اما هذا فلا، نه ایران نهی نکرده. قال اما انه معهن ولکنکم نسیتم، اینم جز مناهی پیغمبر است، شما یادتون رفته. خب خود معاویه که این 6 ماه اخیر، این چند ماه اخیر وجود مبارک پیامبر اسلام آورده، چون قبل از فتح مکه که اینا کافر مطلق بودن، بعد از فتح مکه که منافق مطلق شدن، بیش از چند ماه اسلام سوری نداشتن. وقت به این صحابه میگوید که اون مناهی یادتون مونده، این یکی یادتون رفته، نه پیامبر نهی کرد. این چون دید با استنکار مردم روبرو شد، برای توجیه کار دومی آمده این حدیث رو جعل کرده. حالا وقتی این روایات ملازم فرمید، ببینید که هر کدام یه رنگ سیاسی بهش دادن. بعضی آمدن این رو تسلیس کردن، گفتن اولی و دومی سومی نهی کردن تا بار دومی رو کمتر کنن. بعضی آمدن این رو به سومی نسبت دادن تا بار رو از دوش دومی بردارن. در اینجا در کنار اون روایت مجهول و در کنار دسیسه معاویه مطلب دیگری است که گفتن اول کسی که نهشد معاویه بود. تاریخ است که اولی و دومی و سومی نهی نکردند، اول کسی که نهشد معاویه بود. به خود ابوبکر و عمر و عثمان حج تمتع انجام دادند.
رو جعل کردن برای اینکه بار رو از دوش همه بردارن دوش معاویه بگذارن. و فی اخرى ان ابا بکر نهى عنه، برای اینکه اولی را هم در این بار سهیم کنه. خب پس گاهی میگوین هر سه نفر نهی کردن، گاهی میگن هیچ کدام نهی نکردن فقط معاویه نهی کرده است. مطلب بعدی بیان لطیفی است که مرحوم امینی دارن در جریان عبارت قوشی که قبلا خونده شد. ایشون عبارت قوشی رو نقل میکنن، بعد میگن اقرا وضع هک عبب که، یعنی عبارت قوشی رو بخوان، حالا یا بنال یا بخن، که اینا با دین چجور بازی کردن. اون عبارت این است که همین که قوشی بعض این که اون عبارت نقل کرده گفته به این که ان ذالک لیس مما یوجب قدحا فی فن مخالفت المجتهد لغیره فی المسائل الاجتهادیت لیس ببدع. خب آمده وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم را معاذ الله یک مجتهد عادی قرار داد، به دومی هم حق اجتهاد داد، اینا را همتهای هم قرار داد، بعد گفت خب دو تا مجتهدن گاهی در نظر مخالف یکدیگر میشن. خب این تا به اینجا آمده دین. حالا اگر معاویه اون دسیسه را میکند به وسیله همین گونه از علما میتواند پیش ببرد که رسول خدا اونی که ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها معاذ الله شده مجتهد، و این دومی هم حق اجتهاد دارد، اینا همتهای همان گاهی موافقن گاهی مخالف. نظام فهمات این یا خنده دارد یا ناله، در حقیقت ناله دارد که دین به این صورت در آمده است. و اون دسیسه بازی های اموی هم کم نبود. حالا این رو هم حتما ملازم فرمایید. من فکر میکنم با این مقدار دیگه این آیه مبارکه کافی باشد. والحمد لله رب العالمين.